آخه مردم میتونه انقدر گاو باشه ها؟ یه بارم نمیگه بیچاره زنم نگران میشه. یه تماسی بگیرم، یه خبری بدم. انگار نه انگار. چی تو دلته که انقدر داری غرغر میکنی؟ چی تو دلمه آره؟ بله. دارم واضح داد میزنم و میگم دیگه. مادر جون، به نظرت این کار پاسپورت و وکیل چی میشه ها؟ شوهر گاو منم یه زنگ نمیزنه. دختر به پسرم اینقدر نگو گاو، به خدا این گلا رو میچپونم تو حلقتا. اون بیچاره باید به تو هم حساب پس بده. خوبه، من بهش گفتم گاو شما ملایم ترش کردید، گفتید اسب سرکش. باشه فهمیدم، باشه، نمیخوام باهاتون بحث کنم. با این قابلمه میکوبم تو سرتا. بردارین و ببر بذار رو اجاق تا بپزه. ثانیه وای مادر جون گیر افتادی. چی شده؟ خیر انشالله. اصلنم خیر نیست. اومدم حساب غلطایی که طاهر کرده رو ازتون بگیرم. اوه چه کار خوبی کردی. دو به همزن بفرما، تو یه وقت سرپا وای نستی فتنه خانم. میخوای به دمپایی بدم مرجان جون؟ استغفرالله، پناه بر خدا، چرا انقدر شلوغش کردی ترکم؟ مامان من شلوغش نکرد. حالا دیگه با ما اینطوری حرف میزنی؟ پسر دیوونه شما گن زده ثانیه خانوم. برای من خانوم خانوم نکن و صداتو بیار پایین. مراقب حرفایی که میزنیم باش، مخصوصا جلوی این غریبه ها. مگه آقا پسرت وقتی سر قولش نموند و با اون دختره قرار گذاشت به غریبه ها فکر کرد خاله؟ ببینم تو این حرفا رو از کجا در آوردی نظر؟ من در نیاوردم. بفرما، ناجیه میگه. ناجیه با چشمای خودش اونا رو دیده. اون که به چشم احتیاج نداره، فقط کافیه اونجاش ببینه. اوی ثانیه زشته ها. تو ساکت شو ترکان، هیچ چیزی اونجوری که تو فکر میکنی نیست. پس چجوریه ثانیه؟ دختره با طاهر رفته واسه گذرنامشون عکس گرفتن، قراره با هم فرار کنن برن روسیه؟ لا حول ولا. ببین دختر جون، همچین چیزی نیست. با دختره کجا فرار کنه؟ این حرفم ناجی کرده تو سرت. بله، شوهرش راسیم عکاس بهش گفته. تو چرا به حرفای اون گوش میدی؟ یکی سیم تلگرافه، اون یکی هم دکل تلگراف. ببین این دختر نفس داره شوهر قالتاقش فرار میکنه. الهی دستش بشکنه، بدبخت بیچاره رو بدجور میزده. تو یه نگاه به پسرام بنداز. ببین دارم میگم پسرام، نه فقط طاهر، هر دوشون دارن به دختره کمک میکنن. گناه داره با یه بچه کوچیک وسط میدون مونده. اهالی روستا همچین حرفی نمیزنن. ببین ترکان بی خود و بی جهت نگرانی، بی دلیلم اشک دخترم مرجانو هم در آوردی. پسرم طاهر قرار نیست با اون دختره جایی فرار کنه. همچین خبرایی نیست که نیست. تموم شد، رفت. یالا یالا را بیافت، یالا دیگه این دور رو بر نبینمت. یالا آسیه در رو باز کن، را بیافت. اومدم مادر جون. یالا برو. اومدم. را بیافت ببینم، هر کی حرف مفت بزنه رو از نو تا روسا بیرونش میکنم، چه برسه به تو. را بیافت. زنی که یه فتنه بود و بعد وقت دو به همسر بود و ناجی خانم بود. مادر جون منم تعجب کردم و چه حرفایی در آوردن برای نفس. تو هم خیلی خوب گفتی به خدا. خوشم اومد، آفرین به تو. اوی فدات بشم. یعنی چی آفرین به تو؟ منظورت چیه؟ میخواستی بگم زنی که افسونگر گیر داده به پسرم و هیزم بیاره معرکه میشدم. تو لازم نیست با این مغز فندقیت به مادر شوهرت درس بدی. را بیافت، را بیافت. بیا بشین ترکان جون، بشین تو رو خدا، بیا بشین عزیزم. آسیه تو هم غذا رو بذار رو اجاق، امشب غذاها رو همه دوره هم میخوریم. نه نمیخواد، نمیخواد ثانیه، من میخوام برم خونه، اعصابم خیلی خورده، بذار برم. اعصابتو خورد نکن و آروم باش، تموم شد دیگه. ببین بیا بشین، میخوام همه چی رو دونه دونه برات تعریف کنم. بشین تو هم بشین مرجان دخترم، بشین. آره مامان شما بشینین براتون تعریف کنن، من باید برم. تو برو برو برو. ببین ترکان جون و مرجان جون، ماجرا از این قراره که فردا پسرم مصطفی این دختره رو میفرسته بره. به طاهرم گفت اینا رو ببر عکس بگیرن. خب بعدش هم حتماً